آقای غلام حسین الهام سلام. سلام. من سامانم که هفته یه پست ایلیزیبل بیچگی میزنم به یکی از مسئولین، اونام با توجه خاصی اونا رو با ناخونگیر ریز میکنن و میرزن تو جوب. سابقه شما به عنوان کسی که 34 سال مدام در مناصب بالای حکومتی بودن یک نکته جالبی داره و اونم اینه که شما در هیچ منصبی توسط مردم انتخاب نشدید. کاری ندارم که خود کلمه مردم و انتخابات در نظام مقدس بیشتر شبیه یه شوخیه، ولی جدا از شوخی شما 34 سال اون بالاها بودید بدون اینکه یک بار ببینید مردم از شما راضین یا نه، یا اصلا مردم شما رو به عنوان مسئول قبول دارن یا نه. البته عرض کردم رضایت مردم آخرین فاکتور در انتصاب آدم هاست. شاید یکی از جوانترین قاضی های تاریخ معاصر شما باشید. در سن 20 سالگی به عنوان قاضی ویژه به قوه قضاییه وارد شدید. درسته که در نظام مقدس برای قضاوت و کار در قوه قضاییه هیچ استاندارد و شرایط تحصیلاتی لازم نیست، ولی این جایی که من زندگی میکنم به آدم های زیر 21 سال مشروب هم حتی نمیفروشن، چه برسه بخوان قاضی بشن و در مورد بقیه تصمیم بگیرن. ولی شما در 20 سالگی قاضی ویژه بودید. به این میگن جوانگرایی، که البته با جوانگرایی از نوع آقای جنتی و معدوی کنی فرق داره. علاقه شما به عدد 20 شاید از همین جا اصلا میاد. من یه نگاه کوچیک انداختم دیدم شما 20 تا شغل دارید، از معاون دانشگاه تهران تا هیئت بازرسی شورای عالی قضایی و از شورای نگهبان تا رئیس مبارزه با قاچاق کالا. شما همه جا هستید و این نشون میده چقدر شما توانا هستید. و البته بزرگترین توانایی شما در اینه که سخنگوی خوبی هستید. شما هم سخنگوی قوه قضاییه بودید، هم سخنگوی دولت. ماشاءالله از بس خوش سخن و خوش الهانید. مثل بلبل، مثل قناری، مثل توتی، یا مثل اون یکی پرندهی که الان اسمش یادم نیست. قار، قار، قار. از سخنان قصار شما به عنوان سخنگو میشه به این سخنتون در مورد سرکوب پس از انتخابات اشاره کرد که فرمودید ظرفیت کوبیدن فتنه نباید جمع شود. منظورتون اینه که تا میشه باید کوبید. دمتون گرم. بکوب. یا گفتید میرحسین موسوی از نظر من محارب است. بابا دمتون گرم. محارب یعنی باید از نظر شما که حقوقدان شورای نگهبان هستید موسوی رو اعدام کنن؟ بابا انقلابی، بابا بصیرت. البته این گفته های شما به خاطر جسارت بالای شماست. شما خیلی آدم جسوری هستید و بعضی میگن شما شجاع‌ترین فرد نظام هستید. عده‌ای میگن ازدواج شما با خانم فاطمه رجبی نشون دهنده شجاعت بالای شماست و هیچ کس نمیتونست همچین فداکاری بکنه که شما کردید. خانم رجبی نویسنده کتاب احمدی نژاد معجزه 1003 خودشون یکی از معجزات نظام هستند، تا جایی که حتی پدرشون هم از نشریات میخواستن حرفای ایشونو چاپ نکنن، چون خانواده خیلی زایه میشدن تو در و همسایه. خانم رجبی تنها زنی هستن در دنیا که مخالف حضور زنان در کابینه هستن و حضور زنان رو توطئه فمینیست ها میدونن. یعنی تا این حد من ندیده بودم کسی با خودش درگیر باشه که خودش و وجود خودش رو توطئه فمینیست ها بدونه. یا ایشون معتقدن تفکیک قوا معنی نداره و یک ولی فقیه کافیست که در همه امور تصمیم بگیره و یک نخست وزیر داشته باشه که کارگزار ولی فقیه باشه فقط. یعنی یک چیزی تو مایه 500 سال قبل از مشروطه، زمان سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان، که البته با این روند انتخابات در همون جهت هم داریم حرکت میکنیم. آفرین. آفرین. آقای الهام، یه جایی گفتید که مجمع تشخیص مصلحت جای آدمای بیکار است که نظام اونا رو اونجا گذاشته که آزاری به کسی نرسونن. حد میزنم یکی دو سال دیگه شما رو به عنوان سخنگوی مجمع تشخیص معرفی کنم. تا اون موقع جناب سهنگ، عزت زیاد، الخلاص و من علیکم، سامان.